حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای آریان. بفرمایید پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی چقدر در معادلات جنگ میان اوکراین و روسیه مؤثر هست و ادامه ارسال این پهپادها از سوی جمهوری اسلامی چقدر بر سرنوشت جنگ تاثیر میگذاره؟ خب کمک هایی رو که ایران داره میکنه در چارچوب همین پهپاد ورق برگردان نیست در یک نگاه کلی به جنگ به حساب روسیه علیه اوکراین، ولی کمک های زیادی میکنه و ما دائما از اثرات به حساب ویرانگر استفاده این پهپادها توسط روسیه علیه اهدافی در خاک اوکراین گزارش هایی داریم و میبینیم. اما این مسئله برخلاف اونچه که داره به هر حال فاینانشال تایمز گفته، هنوز تایید نشده از طرف مقام های آمریکایی یا مقام های ایرانی، این همکاری داره گسترش پیدا میکنه. ما میدونیم که در منطقه آلابوگا، یعنی در جمهوری تاتارستان، اونجا کارخانه پهباد سازی دارن درست میکنند، یعنی ایران در اونجا داره شرکت میکنه در تولید بیشتر این پهبادها. و حتی گزارش های اخیری هم که داشتیم از برخی از دانش آموزان یک مدرسه فنی در همون منطقه به طور بی سابقه داشتن استفاده میکردن، مثل اینکه بایستی یک مدرسه فنی باشه یا یه آکادمی فنی استفاده میکردن برای تولید این پهپادها. بنابراین برخلاف این گزارش، این داره توسعه پیدا میکنه. در این حال آمریکا، جمهوری اسلامی داره این همین کارخانه رو درست میکنه، یا گزارش شده که میخواد شمار زیادی از این پهپادها رو به بلاروس بده، با صربستان داره همکاری میکنه که این پهپادها رو بفروشه. یعنی در مجموع من اونگونه نمیبینم که واقعا بخواد جمهوری اسلامی از این کار دست بکشه. این گفتگوهای بین ایران و آمریکا در واقع یک، میشه گفت که تفاهم نانوشته است که در ارتباط با این زندانیا و برخی از کارهای دیگه ممکنه مؤثر باشه، ولی زخم به حساب بین جمهوری اسلامی و آمریکا در ارتباط با سیاست خارجی و مسائل دیگر انقدر عمیقه که به باور من قابل به حساب مرمت و قابل این نیست که بخواد التیام پیدا بکنه. آقای آریان، البته خیلی هم معتقد هستن همین توافق جمهوری اسلامی و آمریکا برای تبادل زندانیان مقدمه یک توافق بزرگتر هست و بخشی از این درخواست برمیگرده به درخواست آمریکا از جمهوری اسلامی برای توقف ارسال پهپادها به روسیه. چقدر فکر میکنید که این درخواست از سوی جمهوری اسلامی مورد قبول قرار بگیره یا حداقل به تجدید نظر در این مورد منجر بشه؟ اگر کاری هم صورت بگیره، نه در ارتباط با پهپادها، برای اینکه جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌های خودشو گذاشته تو سبد چین و روسیه و از روسیه هم انتظاراتی در ارتباط با برخی از تسلیحاتی که نیاز داره داره، ولی به طور کلی خب اون رؤوسش اینه که آمریکا خب آزادسازی گروگاناست. آمریکا میخواد که ایران غنی‌سازی 60% خودش رو متوقف بکنه که ممکنه جمهوری اسلامی این کارو بکنه، همکاری بکنه با آژانس، حمله نکنه به سربازهای آمریکایی در سوریه و اینا. ولی ایران هم در ارتباط به این خواستهایی داره. یکی از خواستهای این اینه که واقعا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نکنه، یا اینکه برخی از تحریم‌ها رو متوقف بکنه در ارتباط یا کمرنگ بکنه با صدور نفت. بنابراین خواستهای متقابله، اما همه اینا شاید متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. آقای آریان، حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ما